در حالی که سفیر جمهوری اسلامی در سازمان ملل میگوید مسئولیتی در قبال اقدامات هیچ فرد یا گروهی در منطقه نداریم، شبکه خبری العربیه گزارش داد پهپادی که پایگاه آمریکا در مرز اردن و سوریه را هدف قرار داده از نوع شاهد و ساخت ایران بوده است. حساب مجموعه فرهنگی انتشاراتی سالس در شبکه اجتماعی اینستاگرام با انتشار عکسی اعلام کرد که شعبه خیابان کریم خان این مجموعه در تهران به دستور اداره اماکن عمومی پلیس جمهوری اسلامی پلمب شده است. تلاطم در بازار ارز ایران در پی اظهارات مقامات ایالات متحده به حمله احتمالی به مواضع نیروهای جمهوری اسلامی بعد از کشته شدن 3 سرباز آمریکایی در اردن از مرز 59,000 تومان هم عبور کرد. یکی از روزنامه‌ها چاپ تهران در یادداشتی دولت ابراهیم رئیسی را به ارائه آمار و اطلاعات غیر واقعی از شرایط اقتصادی داخلی و خارجی متهم کرده. اگرچه حزب الله با تشویق تهران به دنبال پرهیز از رفتن به سمت رویارویی همه جانبه با اسرائیل است، ادامه جنگ فرسایشی حزب الله میتواند به جنگی همه جانبه منتهی شود، به ویژه اینکه تصمیم به جنگ و صلح در گروه کشمکش بین محور جمهوری اسلامی ایران و اسرائیل است. در پی اظهارات جو بایدن و مقام‌های ارشد آمریکایی در راستای پاسخ واشنگتن به کشته شدن 3 سرباز آمریکایی در حمله پهپادی، نخست وزیر قطر ابراز امیدواری کرد که واکنش تلفیق جریانی آمریکا منجر به کاهش پیشرفت در راستای توافق جدید اسرائیل و حماس برای آزادی گروگان‌ها نشود. طبق یک پرونده اطلاعاتی اسرائیل که رویترز امکان مشاهده آن را داشته، حدود 190 نفر از کارکنان آژانس اونورا وابسته به سازمان ملل از شبه نظامیان حماس یا جهاد اسلامی هستند. در این سند نام و تصویر 11 تن از آنها درج شده است. آمریکا و بریتانیا تحریم‌های جدیدی را علیه جمهوری اسلامی اعمال می‌کنند. بسته تحریمی جدید برای مقابله با شبکه ترور حکومت ایران علیه اپوزیسیون خارج از کشور و طرح ترور 2 تن از خبرنگاران شبکه ایران اینترنشنال است. بر اساس گزارش‌ها، دادستانی تهران علیه شهرزاد همتی دبیر اجتماعی روزنامه شرق به دلیل حمایت از پژمان فاتحی، محسن مظلوم، محمد فرامرزی و وفا آذربار زندانیان سیاسی که سرگاه دوشنبه اعدام شدند اعلام جرم کرد. خبرگزاری فارس نزدیک به سپاه پاسداران با انتشار این خبر تصویری از یک استوری منسوب به او منتشر کرد که در آن نوشته خوابم نمیبرد، یعنی چند دقیقه دیگر 4 نفر از ما کم میشوند. وزیر خارجه آمریکا در نشستی مشترک با دبیرکل ناتو گفت شرایط کنونی در خاورمیانه خطرناکتر از دهه‌های گذشته است. سازمان هواشناسی ایران اعلام کرده بارش باران و برف و وقوع رعد و برق امروز شنبه 10 بهمن ماه در اردبیل، مازندران، آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، کردستان، زنجان، قزوین، البرز، تهران، همدان، مرکزی، لرستان، چهارمحال بختیاری، کوکلو، بویراحمد، شمال و شرق خوزستان، شرق کرمانشاه و خراسان رضوی، غرب اصفهان و ارتفاعات سمنان رضوی پیش بینی می شود. روزها و لحظه های خوبی را در پیش داشته باشید.